به نام حق و حقیقت، درود بر شما حق جویان گرامی. برهانی که امروز میخواییم با همدیگه بررسی بکنیم، برهان نظم بر مبنای اصل تنظیم دقیق کیهانی است، به زبان انگلیسی Fine Tuning of the Universe. دوستانی که اهل مقاله خونی هستن میتونن این کلید واژه ها رو سرچ بکنن و تعدادی مقاله در این موضوع مطالعه بفرمایند. من چون وقت نمیشه این برهان ها رو از روی مقالات کامل برای شما بیان بکنم، چکیده و لب مطلب رو برای شما عزیزان بیان میکنم و سعی میکنم که هیچ نکته مهمی در این مقالات باقی نمانده باشه که من اونها رو برای شما مطرح نکرده باشم. خب این برهان تقریبا میشه گفتش که یکی از جدیدترین تقریرهایی است که از برهان نظم ارائه شده و بنابر ادعای خود کسانی که این برهان رو مطرح میکنن اینه که یکی از قویترین و دقیقترین تقریرها از برهان نظم هست و بدون اشکال ترین تقریر برهان نظم هست. توی این برهان به جای اینکه نظم رو در بین موجودات زنده و اندامهای بدن انسان بررسی بکنه، میاد نظم رو در قوانین فیزیکی و ثوابت بنیادین کیهانی مد نظر قرار میده و اینجوری بیان میکنه که میگه تنظیم دقیق این قوانین فیزیکی است که موجب ایجاد حیات شده است. میگه اگر شما نظم زیستی رو مد نظر قرار بدید، ممکنه برخیان با نظریه تکامل توجیه دیگری رو بدون خالق هوشمند برای این نظم برای شما بیان بکنه. پس ما میایم نظم زیستی رو به عنوان نظم مقدمه اول برهان نظم بیان نمی کنیم. ما میایم نظم دقیق قوانین فیزیکی رو که اون قوانین فیزیکی باعث ایجاد حیات شده اند را به عنوان مقدمه اول برهان نظممون بیان میکنیم. میگیم که نگاه بکنید، جهان هستی منظم است. نظم کجای جهان هستی؟ نظم اینجاست که اگر قوانین فیزیکی غیر از این بودند حیات ایجاد نمیشد. باز ببینید دو برهان نظم داریم که هر دو از این مقدمه استفاده میکنن. یک برهان نظم هست برهان نظم انتشار و عمومیت قوانین فیزیکی، این یک برهان نظمی که الان به اون کاری نداریم. یک برهان نظم هست برهان نظم تنظیم دقیق کیهانی که الان ما اون رو داریم اشاره میکنیم. برهان نظم عمومیت قوانین فیزیکی نظم رو اینگونه بیان میکنه، میگه که قوانین فیزیکی در همه جای جهان برقراره. شما اینجا قانون جاذبه رو دارین، تو مشتری قانون جاذبه رو دارین، تو کهکشان آندرومدا قانون جاذبه رو دارین. در جای جای جهان هستی جاذبه بین دو جرم از یک فرمول پیروی میکنه. این میشه چی؟ برهان نظم انتشار قوانین فیزیکی. این حالا ما بعدن باش کار داریم، بعدن راجعش صحبت میکنیم. برهان نظمی که این جلسه میخوایم راجعش صحبت بکنیم این نیست. اینه که میگه نیروی جاذبه بین دو ذره جرم دار از این فرمول به دست میاد: جرم اول ضرب در جرم دوم تقسیم بر مجذور فاصله اونها از هم ضرب در یک ثابتی به نام ثابت جهانی گرانش. این نیرو رو به ما بر اساس واحد نیوتن میده. خب این آقایون میگن که چرا جی این عدد هست و اگر جی این عدد نبود، یعنی یک مقدار کمتر بود یا یک مقدار بیشتر بود، حیات ایجاد نمیشد. ببینید تمام تمرکز این برهان روی اینه که اگر ثوابت قوانین فیزیکی غیر از اینی بودن که الان هستند، حیات ایجاد نمیشد. خب امیدوارم که تونسته باشم برهان تنظیم دقیق کیهانی رو درست و صحیح برای شما تقریر کرده باشم. خب مقدمه دومش هم که مشترک هست با بقیه برهان‌های نظم، میگه حالا که شما پذیرفتید که نظم وجود دارد، پس هر نظمی ناظمی دارد و این جهان هستی هم ناظم هوشمندی دارد. خب حالا اجازه بدید که ما وارد نقد این برهان بشیم. گفتم قبل از اینکه هر برهان رو بخواید نقد بکنید، اول ببینید که اون برهان داره چی رو برای شما ثابت میکنه. این از نقد برهان مهمتره. فرض کنید که اصلا این برهان درست باشه. این برهان چی رو داره ثابت میکنه؟ این برهان میخواد بگه که کسی وجود دارد که آمده ثوابت فیزیکی رو برای ما تنظیم کرده و هدفش این بوده که در جهان هستی حیات ایجاد بشود. این برهان میخواد همچین شخصی رو، همچین موجودی رو برای ما ثابت بکنه، اصل وجودش رو. اصلا ما وجود همچین شخصی رو میپذیریم. بسیار خوب. یک موجودی که ما نمیدونیم اصلا اون موجود چی هست. یعنی قطعا اون موجود خودش نمیتونه مادی باشه، چون داره قوانین فیزیکی رو برای ماده تنظیم میکنه تازه، یعنی ورای قوانین فیزیکی باید باشه، ورای ماده باید باشه، چون که اگر خودش مادی بود خودش هم تحت شمول قوانین فیزیکی به حساب میومد و نمیتونست دیگه قوانین فیزیکی رو تنظیم بکنه. خب همچین موجودی چطور اصلا توانسته قوانین فیزیکی رو تنظیم بکند؟ اینم باز یه سوالیه که اینو قبلا پرسیدم، بعدا هم خواهم پرسید. یعنی اصلا موجود غیر مادی
اثبات میشه که نمیتونه در ماده تغییر و تحول ایجاد بکنه، وگرنه اصلا خودش میشه مادی. چطور ممکن است که چیزی مادی نباشد و بتواند در ماده تأثیراتی رو اعمال بکنه؟ حالا به این سوالات هم اصلا کاری نداریم فعلا. بسیار خوب، موجودی که قوانین فیزیکی رو وضع کرده باشد و هوشمند باشد، یعنی هدف داشته باشد، هدفش هم ایجاد حیات باشد، حالا چرا این موجود به حیات علاقه‌مند است؟ باز همین سوال، سوال بی جواب. چرا این موجود نرفته آثار هنری درست بکنه؟ چرا اگر او این همه قدرت داره که میتونه یک کیهانی رو بنا کنه، چرا نرفته چیزهای زیباتری رو نسبت به حالا چند تا ستاره و سیاره مثلا تولید بکنه و چیزهایی که به یک دردی بخوره؟ واقعا میلیاردها میلیارد کهکشان و میلیاردها میلیارد ستاره و میلیاردها میلیارد سیاره و خاک و سنگ و هیدروژن و هلیوم تو جهان هستی که دارن برای خودشون میچرخن و منفجر میشن و دوباره به هم پیوند میدن، واقعا خب چه دردی رو از این موجود درمان میکنه؟ اصلا به هیچ کدوم از این سوالا ما کاری نداریم. برفرض که این موجود هدفش هم به ما هیچ ارتباطی نداشته باشه، نهایت چیزی که این برهان توانست ثابت بکند خدای شماره 14 است. اصل تعریف خدا رو لطفاً مطالعه بفرمایید. خدای شماره 14 یعنی خالق جهان هستی و هیچ دردی از دینداران دوا نمی کند. توضیح دادم اینکه کسی این جهان رو خلق کرده باشد فقط نشون دهنده این است که این جهان یک دنیای مجازی است، یعنی ما در یک دنیای مجازی اسیر هستیم، همین و بس. یعنی این یک خواب است، یک بازی کامپیوتری است، یک شبکه اجتماعی آنلاین است و ما داریم این اطلاعات داخل این جهان رو از طریق گیرنده هایی وارد مغزمون میکنیم. این چه چیزی رو میخواد برای ما اثبات بکنه؟ ما علاقمند بودیم که خدای خالق ما، یعنی خدای شماره 15 رو اثبات بکنیم که لزوم اطاعت داشته باشه، که بفهمیم که ما خودمان خالق داریم، نه جسممان که بخشی از این دنیاست، نه، خالق خود ما یعنی همه هستی ما، اون ادراک کننده اصلی، اون رو باید ثابت بکنیم که خالقی دارد. خالق هم به معنی فلسفی خلق که گفتم، یعنی نه اینکه فقط قوانین فیزیکی رو تنظیم کرده باشه. این خدا خدای مورد علاقه دینداران نیست، یعنی خدایی که در هر لحظه داره وجود میده به این جهان هستی. یعنی اگر یک ثانیه خالق توجهی به این جهان نکنه، این جهان هستی از بین میرود، سیاه میشود، تاریک میشود. خب پس اولین نکته این که خدایی که این برهان داره ثابت میکنه خدای مورد علاقه دینداران نیست. ما میپذیریم چنین خدایی وجود داشته باشه، یه موجودی از حالا یک ابر کامپیوتری شما در نظر بگیرید بزرگتر از تمام کهکشان، و این ابر کامپیوتر داره تک تک الکترون هایی رو که در این جهان هستن رو رندر میکنه. ببینید این که میگه داره قوانین فیزیکی رو تنظیم میکنه معنیش چیه؟ معنیش اینه که قوانین فیزیکی ذاتی نیستن، احتیاج به تنظیم دارن. ببینید ما از دو حالت که بیشتر خارج نیستش، اینو خوب دقت بکنید، یا اینکه دو تا ذره ذاتن به هم دیگه نیروی گرانش وارد میکنن که دیگه اصلا کسی نمیتونه اینو تنظیم بکنه، کسی نمیتونه تغییر بده، چون ذاتی رو ازش نمیشه گرفت. از یک جسم سزل بودن رو از مثلث نمیشه گرفت، ذاتی مثلث سزل داشتنه. اگر سزل رو ازش بگیریم تعریف مثلث نقض میشه، چون مربع میشه، مثلث نمیشه. اگر شما بگید که قانون جاذبه و جاذبه داشتن بخشی از ذات جرمه، این که اصلا نمیشه تنظیمش کرد، نمیشه بهش داد، نمیشه ازش گرفت. ذاتی اینجوریه دیگه، نمیشه تغییرش داد، نمیشه بهش داد، نمیشه ازش گرفت. اما اگر شما بگید که این ذاتی نیست، اعطایی است، اعتباری است، وضع شدنی است، مثلا چی؟ مثلا شما با نرم افزارهای مدل سازی سه‌بعدی توپی و میزی طراحی میکنید، خب این توپ باید خودش به هوا وایساده این بالای میز، بعد جاذبه رو با چند تا فرمول کامپیوتری به این توپ نسبت میدهید، به این ذرات داخل توپ شما جاذبه رو اعطا میکنید، اون وقت میبینید وقتی اجرا میکنید اون شبیه سازی رو، توپ روی میز سقوط میکنه. بعد شما میایید مدل سازیتون رو پیشرفته تر میکنید، خاصیت الاستیک به توپ میدید، بعد میبینید که توپ روی میز سقوط کرد و دوباره مقدار به هوا جهید. شما الان اومدید برای توپ و برای میز نیروی جاذبه رو تعریف کردید. اگر کسی ادعا بکند که موجود هوشمندی وجود دارد که قوانین فیزیکی رو داره وضع میکنه، دقیقا معنیش اینه، یعنی یک نفر هست تک تک الکترون ها در کل پهنه گیتی، که من پیشنهاد میکنم راجع به پهنه گیتی یک مقداری مطالعه بکنید که ببینید ما چقدر جهانمون بزرگه، وجود داره یک فردی که داره به تک تک الکترون ها و تک تک کوارک ها و تک تک ذرات این جهان هستی تک تک قوانین فیزیکی رو در هر لحظه القا میکنه، در هر لحظه رندر میکنه، یعنی فاصله دو بار مثبت و منفی از همدیگر رو در هر ثانیه برای هر دو ذره ای داره محاسبه میکنه، بار الکتریکی اونها رو، نیروی الکتریکی بین اون دو ذره رو، فاصله اونها رو داخل فرمول میگذاره، نتیجه رو میاد به دست میاره و روی فاصله اونها در لحظه بعدی اعمال میکنه.
این میشه چی؟ این میشه معنی اینکه یک نفر داره قوانین فیزیکی رو اعطا میکنه. چون گفتم از دو حال خارج نیست، دارم تکرار میکنم که اینو خوب دقت بکنه. یا قوانین فیزیکی ذاتی اون ذره هست که دیگه نمیشه بهش داد، نمیشه ازش گرفت، نمیشه تغییرش داد، یا اینکه قوانین فیزیکی ذاتی نیست، یعنی یک کسی اومده این قانون رو به این ذره داده، یک کسی این قانون رو در این ذره حفظ کرده، یک کسی این قانون رو مواظبت میکنه که کسی دیگه نیاد از این ذره بگیره. خب این معنیش همین میشه، معنیش میشه یک نفر هست در تمام زمانها به تمام ذرات جهان داره این قانون رو اعمال میکنه. خب برفرض که ما بپذیریم چنین ابر کامپیوتری هست، خودش کجاست، هدفش چیه، و اینا میشه سوالات بعدی و هیچ اهمیتی هم نداره. خب باش، برفرض که چنین موجودی هست، خب حالا که چی، چرا باید ما از چنین موجودی برفرض اطاعت بکنیم؟ حالا در واقع اصلا تمام بحث خداشناسی اینا سر بحث عمو خمس و زکاتی که یه نفر ادعا کرده که آقا من فرستاده اون خدا و شما باید از اون خدا اطاعت بکنید و بیاین اصلا به من پول بدین. کلا تمام این مسائل در این هزاران سال مردم جهان گرفتارش هستن و کشتارهایی که اتفاق افتاده و فلاسفه‌ای که رفتن سالهای عمرشون رو صرف کردن فلسفه خوندن، همه برای اینه که یک نفر ادعا کرده خدایی هست، اون خدا منو فرستاده گفته به من پول بدین و از اموال مردم واسه تغذیه بکنه، بر مردم خواسته حکومت بکنه. و حالا یک عده مخالفش بودن، اومدن گفتن نه خدایی نیست و اینا، گفتن نه برهان بیارین که خدا هست. و بالاخره یک سری علمای درباری اومدن برهانهایی رو ساختن و بعد مخالفین اومدن رد کردن. این مباحث شکل گرفت، واقعا چنین موجودی که اصلا برفرض وجود داشته باشه چه لزومی داره که ما از این موجود اطاعت بکنیم؟ چه لزومی داره ما به این موجود عشق بورزیم؟ چه لزومی داره موجود مثلا بگیره ما رو ثواب بده، اخاب بکنه، کودک بزنه، تنبیه کنه، تشویق کنه؟ واقعا موجودی که داره به تک تک الکترون‌های این جهان هستی نیروی الکتریکی، نیروی مثلا جاذبه رو میاد اعطا میکنه در هر لحظه. لحظه رو شما میتونید خیلی ریزش بکنید میلیاردی هم ثانیه. پس اولین نکته این بودش که این برهان خدای مورد علاقه دینداران رو ثابت نمیکنه. نکته دوم، این برهان مقدمه دوم برهان نظر رو هم ثابت نمی‌کنه. ببینید ما در مقدمه دوم برهان نظر گفتیم این گونه نیست که هر نظمی نازمی داشته باشد. فرض کنیم که جهان هستی اصلا منظم باشد، یعنی ما بپذیریم جهان هستی شبیه فعل یک موجود باشعور باشد. نظم هم گفتیم دیگه، نظم برای یک هدفی تعیین می شود. یعنی فرض کنیم جهان هستی هدفی داشته باشد که مثلا ایجاد حیات باشد و برای رسیدن به این هدف نظم یافته باشد جهان هستی، بله ما میپذیریم این جهان هستی منظم است. از کجا معلوم که هر نظمی نازمی داشته باشه؟ ما این مقدمه دوم رو هم نپذیرفتیم، به صورت کلی نپذیرفتیم. بله بیشتر نظم ها نازم دارن، ما اینو قبول داریم، ولی اینگونه که 100% نظم ها نازم داشته باشن ما اینو قبول نمی کنیم. اثبات هم نشده و نخواهد شد و این برهان هم این نشر اثبات نکرد، چون کسی که برهان میاره باید دو مقدمه برهان رو اثبات کنه. این برهان فقط داره مقدمه اول برهان نظم که میگه این جهان منظم هست رو برای ما تبیین میکند. نکته دیگه‌ای که این برهان داره اینی که اصلا نظریه تکامل نقضی بر برهان نظم به حساب نمیاد. نظریه تکامل رو نقد برهان نظم در نظر گرفتن، نه اینگونه نیست. واقعا اینگونه نیستش که اگر شما نظمی رو دیدید و توجیهی براش نداشته باشید اون نظم رو به خدا نسبت بدید و بعد که کسی اومد توجیه منطقی برای اون نظم برای شما بیان کرد بگید دیگه خب اصلا خدایی وجود نداره، پس ما میتونیم بگیم اون نظم از این قانون به دست اومده. نه اینگونه نیست واقعا. اگر شما بتوانید اثبات بکنید که هر نظمی لازم باشعوری دارد، چه نظریه تکاملی باشد چه نظریه تکاملی نباشد، اثبات میشه که خالق وجود دارد. این رو شما خوب بهش دقت نکرد. نظریه تکامل رد کننده برهان نظم نیست. برهان نظم اصلا خودش اشکال داره، یعنی اثبات نشده که هر نظمی نازمی دارد. و یعنی اگر شما اثبات میکردید هر نظمی نازمی دارد، نظریه تکامل خودش یک نوع نظم به حساب میاد. اصل آنتروپی، قانون دوم ترمودینامیک، اینا واقعا هیچ ربطی به رد برهان نظم نداره که حالا توی این مقالات اومدن گفته اینا برهان نظم رد میکرده، ما اومدیم یک تغییر دیگه‌ای بر برهان نظم پیدا کردیم. نه، قانون آنتروپی هم دقیقاً مثل بقیه قوانین، مثل قانون جاذبه، یه قانون فیزیکیه و کسی که حالا ترمودینامیک خونده باشه خب میدونن انتگرالیه که عددش به دست میاد. آنتروپی توی محیط واقعا هیچ ربطی به خالق داشتن یا نداشتن این دنیا نداره. اگر شما اثبات بکنید که هر نظمی نازمی دارد و اثبات بکنید که این جهان منظم هست، یقینا اثبات میکنید این جهان نازمی دارد. حالا یکی از اون نظم ها اصل آنتروپی میشه، یکی از اون نظم ها نظریه تکامل میشه. پس اینها هم که گفتید برهان نظم رد میکنه، اینها هم حرف اشتباهی. اینا برهان نظم رد نمیکنه، برهان نظم اصلا خودش رد شده هست، اثبات نشده است. برهان نظم اصلا برهان نیست. این رو خوب دقت بکنید. اما برسیم به این برهان که حالا این برهان دقیقا تقریرش چیه، چطور میاد ثابت میکنه که جهان هستی منظمه. ببینید اینا میگن که ما توی دنیا 4 نیروی شناخته شده داریم: نیروی هسته قوی، نیروی هسته ضعیف، نیروی الکترومغناطیس و نیروی گرانش. و
بعد میاد میگه که اگر نیروی هستی قبلی که کوارک‌ها رو کنار هم نگه می‌داره یکم کمتر می‌شد، ما تو دنیا فقط هیدروژن داشتیم و به هیچ وجه حیات ایجاد نمی‌شد، چون حیات با کربن و این سب. حالا این خودش ادعاست که حیات فقط از کربن به وجود میاد، ولی خب میگه اگر ما فقط هیدروژن داشتیم حیات به وجود نمی‌اومد. بسیار خب، بحث که حرف شما درست میشه. اگر نیروی هستی قوی که حالا یک ثابتی داره، ثابت پیوند قوی، اگر اندکی بزرگتر بود، هیدروژن هم تبدیل به هلیوم میشد، هیچ ستاره ای شکل نمی گرفت. بعد از اونجا که وجود ستاره ها برای پیدایش حیات ضروریه، ما بازم حیات نداشتیم. بسیار خوب، این از نیروی هسته قوی. بعد میان راجع به نیروی هسته ضعیف همین رو میگن. میگن اگر نیروی هسته ضعیف یک مقدار کمتر از اینی بود که الان بود، هیدروژن در تاریخ اولیه جهان شکل نمی گرفت و هیچ ستاره ای هم تشکیل نمی شد. اگر ثابت نیروی هسته ضعیف یکمی بزرگتر بود، سوپرنوواها نمیتونستن عناصر سنگین رو که برای تحقق حیات ضرورین از خودشون بیرون بندازن. در هر یک از این دو صورت پیدایش آن شکل از حیات که ما میشناسیم ممکن نبود. اینم نیروی هسته ضعیف. و اما برای نیروی الکترومغناطیسی چی میگن؟ میگن که نیرویی که الکترون ها و پروتون ها رو داخل اتم پیش هم نگه میداره نیروی الکترومغناطیسیه. اگر این ثابت نیروی الکترومغناطیسی یکم بزرگتر بود، ستاره ها به اندازه کافی داغ نمی شدن تا گرمای کافی برای سیارات جهت حفظ آن شکل از حیات رو که می شناسیم فراهم بکنن. اگر ثابت مزبور قدری کوچکتر بود، ستاره ها اونقدر سریع می سوختن که مجالی برای تکامل حیات روی سیارات باقی نمی ماند. خب فرض کنیم که این حرف هم صحیح باشه، که این حرف خیلی صحیح نیست. اگر ثابت ساختار گرانشی یکم کوچکتر بود، ستاره ها و سیارات نمی تونستن شکل بگیرن، همدیگه رو نمی تونستن ذرات جذب بکنن و به شکل ستاره و سیاره در بیارن. اگر هم یکمی بیشتر بود، ستاره ها تو همدیگه مچاله می شدن، سریع می سوختن و از بین می رفتن و تکامل حیات شکل نمی گرفت. این برهان داره چی رو میگه؟ این برهان داره ادعا میکنه که هدف جهان هستی تشکیل حیاته. چون هدف جهان هستی تشکیل حیاته و الان ما مشاهده میکنیم که نیروهایی که در دنیا هستن، ثوابت فیزیکی دارن به این تشکیل حیات کمک میکنن، پس میفهمیم که یک نظمی وجود دارد. داره این رو میگه، یعنی میخواد اثبات کنه که نظم وجود دارد. کار درستی هم داره انجام میده که هدف رو بیان میکنه. چرا؟ چون ما گفتیم بدون هدف اصلا نظم معنی نداره. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که از کجا شما اومدید هدف به جهان هستی نسبت دادید؟ همین که دارید هدف به جهان هستی نسبت میدید، اصلا دیگه لازم نیست خدا رو اثبات بکنید، چون فرض کردید که خدایی هست. چون هدف داشتن فقط و فقط مختص موجودات هوشمند هست. شما همین که هدفی رو برای یک جهان هستی یا برای کسی که جهان هستی رو داره ایجاد میکنه در نظر گرفتید، خب معلومه که اون موجود هوشمنده که هدف داره. شما فرض میکنید، اینو من تو قسمت نقد برهان ندارم، همون قسمت اول هم عرض کردم، شما فرض میکنید که جهان هستی هدفی دارد و اون هدف ایجاد حیات است. خب این فرض ادعاست، مصادره به مطلوب است. شما چطور ادعا کردید که جهان هستی هدف دارد؟ اینو خوب لطفا بهش دقت بکنید. اینکه الان ما در جهان هستی حیات داریم یک مسئله است، اینکه هدف جهان هستی ایجاد حیات است یک مسئله دیگه است. لطفا دقت بکنید. بله، ما الان در جهان هستی حیات داریم، اونم نه در جهان هستی، در یک سیاره از میلیاردها میلیارد میلیارد سیاره موجود در جهان هستی حیات داریم. یعنی میلیاردها میلیارد برابر این حیاتی که الان داریم بی حیاتی داریم. کره زمین که هیچ، کل کهکشان راه شیری در مقایسه با پهنه گیتی صفر صفر، مثل قطره ای در اقیانوس به چشم نمیاد، مثلا شناخته نمیشه. واقعا مقدار حیاتی که ما در جهان هستی داریم صفره. میشه گفته چه اگر جهان هستی هدفش ایجاد حیات بوده، به هیچ وجه به این هدف نرسیده. این رو خوب دقت کنید، به هیچ وجه نرسیده. نسبت به مقدار ماده‌ای که شما در جهان دارید، اون قسمتیش، اون کسری از این ماده که تبدیل به موجود زنده شده، صفر است. صفر. خب پس مشکل اول اینه که ما حق نداریم بگیم که جهان هستی هدفش ایجاد حیات بوده. مشکل دوم اینه که واقعا شما نمیتوانید ادعا بکنید که اگر ثوابت فیزیکی غیر از این بود حیات ایجاد نمیشد. نمیتونید اینو بگید. شاید شکلی از حیات که شما باهاش مأنوس هستید ایجاد نمیشد.
شاید حیات دیگری با شکل دیگری ایجاد میشد. مگر شما مسلمان ها ادعا نمی کنید که موجوداتی هستن به نام جن که اینها از آتش تشکیل شده اند، یعنی از انرژی هستن؟ شما به شکلی از حیات ایمان دارید که اون شکل از ذره تشکیل نشده، اون شکل از کربن تشکیل نشده؟ ما که به چنین چیزی اعتقاد نداریم، ولی خب شما که اعتقاد دارید، شما میگید موجوداتی وجود دارن به نام فرشته، اینها از نور تشکیل شده. یعنی شما نوعی نور هوشمند رو تصور کردین و پذیرفتین. شما میگید فرشته ها از جنس عقل هستند. عقل مادی نیست، مجرد است، غیر مادی است. شما موجودی غیر مادی و عاقل رو تصور کردید، اصلا نه که کربن نداره، اصلا مادی نیست. شما چنین موجودی رو تصور کردید. شما خدایی رو تصور میکنید که انقدر قدرتمند است، انقدر هدفمند است که میتونه تمام قوانین فیزیکی رو وضع بکند. و بعد میگید این خدا یک موجود نه تنها غیر مادی است، بلکه موجود بسیط است، یعنی جزء هم ندارد، یعنی از هیچ جزئی تشکیل نشده، یک موجود بسیط. موجود بسیط، حالا برای کسانی که فلسفه نخوندن تصورش یک مقداری سخت، موجود بسیط رو بیان کردن، مثال زدنش هم حتی خیلی سخته. موجودی که به هیچ وجهی قابل تقسیم نیست، حتی تقسیم عقلی. خیلی شما واقعا موجودات مختلفی رو تصور تونستید بکنید، شکل‌های مختلفی از حیات رو تونستید تصور بکنید که به ثوابت فیزیکی ربطی ندارن. شاید اگر نیروی هستی ضعیف قدری کمتر یا بیشتر بود و جهان فقط از هلیوم یا فقط از هیدروژن یا فقط از انرژی مثلا تشکیل میشد، جهان میشد محل رشد و سکونت جن، یا محل رشد و سکونت فرشته. شما از کجا میگید که اگر قوانین فیزیکی غیر از این بود حیات ایجاد نمیشد؟ بله ممکنه بگید که گیاه ایجاد نمیشد. گیاه با حیات فرق داره. میتونید بگید که حیات کربنی ایجاد نمیشد. بله این شاید صحیح باشه. ولی خب شاید حیات جنی یا حیات فرشته‌ای ایجاد میشد و فرشته ها همه با هم دیگه زندگی میکردن به خوبی خوشی. خب این مشکل دیگه. باز مشکل دیگه ای که این برهان شما داره، اصلا خود ادعای شما در اینکه این نیروها اگر یک مقدار کمتر یا یک مقدار بیشتر بودن این حیات کربنی ایجاد نمیشد هم اشتباه است. اینو من حواله میدم به دانشمندان علم فیزیک. یعنی یک مقدار اگه بیشتر در این زمینه مطالعه بکنید به این نتیجه میرسید که اگر یک مقدار جاذبه بیشتر باشه واقعا هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینگونه نیست که اگر یک مقدار جاذبه بیشتر باشه ما اتم کربن نداشته باشیم، ما حیات نداشته باشیم، چه بسا حیات پیچیده تری ما داشته باشیم. این رو بهش دقت بکنید. ما اگر مطلبی رو میخواییم به عنوان مطلب علمی بیان بکنید، حداقل همون قسمت علمیش رو لطفاً برید مطالعه بکنید. فقط به صرف حفظ کردن 4 تا اصطلاح علمی اکتفا نکنید لطفاً. تو این مقاله که من مطالعه کردم اومده گفته این نظریه ضرورت فیزیکی، یعنی همین که من میگم قوانین فیزیکی ذاتی ماده هستن، خلاصه پاسخشون این بودش که نه، قوانین فیزیکی ذاتی ماده نیستن. یعنی اثبات نمیکنه که قوانین فیزیکی ذاتی ماده نیستن، فقط میگه که نه، قوانین فیزیکی ذاتی ماده نیستن، میتونن تغییر بکنن. یعنی میشه ثابت جهانی گرانش کمی بیشتر از این باشه، کمی کمتر از این باشه، ولی اینکه چرا این ادعا رو میکنن رو بیان نکرده. حالا ما خیلی قصد نداریم راجع به این مسئله صحبت بکنیم، برفرض که باشه نباشه، ولی اگر قوانین فیزیکی ذاتی ماده نباشن، یعنی در هر لحظه داره یک کسی این قانون ها رو به تمام این ذرات جهان داره رندر میکنه. من لفظ رندر رو میارم که کسایی که رندر کردن بفهمن چقدر این کار سختیه. می داره تک تک ذرات رو در تک تک لحظات محاسبه میکنه. واقعا این موجود کجاست؟ واقعا این موجود چه شکلیه؟ واقعا این موجود چه هدفی داره از این کار؟ و خود اون موجود رو کی درست کرده؟ یعنی فقط سوال یک پله عقب‌تر برمی‌گرده. خود اون موجود چگونه درست شده که انقدر پیچیده است، انقدر منظم، انقدر باهوش، انقدر دقیقه که تونسته چنین نظم و چنین عظمت رو ایجاد بکنه؟ حالا ببینید مثال آوردن. مثلا میگه که فرض کن شما تعطیلات میری یه هتلی، بعد می‌بینی که آهنگی که داره پخش می‌کنه آهنگ مطلوب شماست. قاب عکسی رو میزه، همون قاب عکسی که شما دوست داری ببینی. بویی که تو اتاق میاد همون بوی مطلوب شماست. بعد در یخچال باز میکنید میبینید نوشیدنی مورد علاقه شما، کلوچه و شکلات مورد علاقه شما که اون یخچال هست، ناهاری که سرو میکنن میبینید که غذای مورد علاقه شماست، برنامه تلویزیونی که داره پخش میشه برنامه مورد علاقه شماست، کتابی که روی میز قرار داره کتابی که شما اونو داشتید مطالعه میکردید. خب شما چی میفهمید از این همه تدارکی که برای شما صورت گرفته؟ اینکه یک نفر میخواسته شما رو غافلگیر کنه، میخواسته شما رو خوشحال بکنه، راجع به شما مطالعه کرده، فهمیده شما چه چیزایی رو دوست دارین، اونها رو برای شما تهیه کرده. بعد میگن که خب نگاه کنید تنظیم دقیق هم همینه. یعنی جهان به یک معنا میدانسته که ما میاییم، جهان میدانسته که ما میاییم، پس اومده یک سری چیزهایی رو برای برآورده کردن نیازهای ما فراهم کرده. اون نیازهای ما چی بوده؟ این که مثلا ما با ستاره میداشیم که به ما حرارت بده، بعد رفته قوانین فیزیکی رو، ثوابت فیزیکی رو به گونه ای تهیه کرده است که ستاره بتونه شکل بگیرد. خب واقعا من نمیدونم آیا کسی وجود داره که این حرف رو بتونه بپذیره یا نه، ولی خب حرف بسیار ضعیفه.
و همین آیه آنتونی فلو میگه که من اول کافر بودم، بعد اومدم این مطلب رو دیدم و ایمان آوردم. واقعا کسی که بخواد با این مطلب ایمان بیاره، معلوم کفرش هم کفر نبوده، در واقع یک آخوندی بوده که اول اومده ادعای کفر کرده، بعد اومده ادعای ایمان کرده و این رو به عنوان دلیل ایمانش ذکر کرده که مخاطب بیشتری جذب کنه، و الا این دلیل به هیچ وجه دلیل منطقی برای ایمان نیست. توی بحث احتمالات هم من یک نکته رو عرض کردم، ذکرش اینجا خالد لطف نیست، این رو بحثایی رو مطرح کرده راجع به احتمالات، میگه که احتمال اینکه جهانی بتونه تصادفی ایجاد بشه که ثوابت فیزیکیش انقدر منظم و دقیق باشه که بتونه مثلا حیات رو ایجاد بکنه 1 در میلیارده. گفتم راجع به احتمالات شما باید قبل از پرتاب احتمال رو حساب بکنید، یعنی شما نشسته باشید بخواید جهانی رو درست بکنید، 1 میلیارد حالت جهان مختلف میشه درست کرد با ثوابت فیزیکی مختلف، که از این 1 میلیارد حالت شما میرید نگاه میکنید میبینید فقط 1 مورد هست که از اون 1 میلیارد جهان مختلف با اون قوانین فیزیکی خاص میتونه برای شما حیات رو ایجاد بکنه، بعد شما چون هدفتون ایجاد حیات هست اون یکی را از بین اون 1 میلیارد حالت مختلف برمیگزینید. این میشه انتخاب هوشمندانه، این میشه احتمال. ولی وقتی که پرتابی صورت گرفته، حیات ایجاد شده، حالا شما بیاد بگید که احتمال اینکه حیات ایجاد میشد چقدر بود، خب این مرد منطقی نیست واقعا. مثل اینکه گفتم شما 100 میلیون تا کارت رو، کارت بازی رو پرتاب میکنید و هوا بالاخره به یک شکلی به زمین میافته دیگه. الان یه کسی که از شما بپرسه آقا احتمال اینکه این کارت ها تصادفی پرت کنیم به هوا و این شکلی به زمین بیاد چقدره، شما میگید 1 میلیارد یوم، شاید هم کمتر. بعد میگه نگاه کنید پس یک ناظم هوشمند اومده اینا رو به زمین چیده به این شکل مختلف. واقعا همچین مطلبی رو نمیرسونه. حساب کردن احتمال قبل از پرتاب، نه بعد از پرتاب. الان جهان هستی واقع شده، برفرض که اصلا این ثوابت فیزیکی هم یکی اومده تنظیم کرده باشه، حالا یعنی ذاتیش نباشه، تنظیم شده یا تصادفی این گونه قرار گرفته و مثلا فرض کنید یک بار دیگه بیگ بنگ بشه و جهان شکل بگیره، ثوابت فیزیکی یک شکل دیگه در بیاد، که حالا راجع به این حرف است که آیا امکانش هست این اتفاق صورت بگیره یا نه، من قبول ندارم این حرف رو. ولی فرض کنید اگر ما یک بار دیگه انفجار بزرگی رخ بده و جهان دیگری شکل بگیره، شاید قوانین فیزیکی مثلا ماده باشه، جرم باشه، ولی جاذبه از قانون دیگری پیروی بکند. فرض کنید آیا در همین فرض که ثوابت فیزیکی ذاتی هم نباشن، این نشون دهنده اینه که ما ناظم هوشمند داشتیم؟ فرض کنید یک بیگ بنگ رخ داد، یک ثوابت فیزیکی رندومی شکل گرفت و از روی این ثوابت فیزیکی جهان شکل خاصی رو به خودش گرفت، آیا این نشون دهنده ناظم هوشمند است؟ هیچ جای مقاله این رو اثبات نکرده. بر فرض که درست باشد که این ثوابت فیزیکی به ایجاد حیات کمک شایانی میکند، ما این خیلی قبول ندارم خودم، ولی خب برفصل این گونه باشه، یعنی اگر ثوابت فیزیکی ذره بالاتر یا پایین تر باشن حیات یک شکل نخواهد گرفت. خب آیا این که حالا یک پرتابی اتفاق افتاده و یک شکلی روی زمین نقش بسته، این نشون دهنده اینه که یک کسی اومده این کارتا رو روی زمین چیده به این شکل؟ واقعا این رو نمیرسونه. درسته که ممکنه شما بگید که احتمالش کمه، ولی احتمال رو الان حساب نمیکنن، احتمال رو قبل از پرتاب حساب میکنن. یعنی میگن که اگر ما بخوایم بندازیم و در نظر داشته باشیم که این شکل به دست بیاید، احتمالش کم است. الان که اتفاق افتاده دیگه، الان احتمال چی رو میخواین حساب بکنید؟ الان که هست این چیز، شما باید این رو بگید اگر یک بار دیگه این اتفاق بخواد بیفته احتمال چقدره؟ بله بازم ممکنه بگیم که احتمالش کمه، این رو ما میپذیریم، ولی حالا بالاخره هر پدیده‌ای که اتفاق افتاده، اتفاق افتاده دیگه. اگر اتفاق نمی افتاد، شمایی هم نبودید که بخواید تعجب بکنید بگید که چقدر اتفاق عجیبی اتفاق افتاده. اگر اتفاق نمی افتاد، اگر ثوابت فیزیکی جور دیگری بود و حیاتی تشکیل نمی شد، شمایی هم نبودید که بگید که پس چرا حیات تشکیل نشده. حالا 1 در میلیارد این اتفاق افتاده و شما به وجود اومدید، اون وقت شما میگید که احتمال اینکه این اتفاق میافتاد کم بود. ببینید کم بود باید بگید، نه باید بگید کم است، باید بگید احتمال اینکه این اتفاق میافتاد کم بود، ولی خب حالا اتفاق افتاده است. چطور ثابت میکنید که خالقی این اتفاق رو برای شما رقم زده است؟ مگه هر چیزی که احتمالش کم است حتما برگزیننده ای دارد؟ این سوال مهمیه ها. یعنی هر پدیده‌ای که حتی اگه احتمالاتی هم شما در نظر بگیرید واقعا احتمالش هم کم باشه، آیا واقعا انتخاب کننده‌ای داره؟ لزوماً این رو دقت بکنید. بعد شما کی دارید این پدیده رو انتخاب میکنید؟ اینو توی قسمت برهان نظم آمار احتمالات خواهش میکنم که با دقت برید اون قسمت رو نگاه بکنید. شما بعد از پرتاب از این اتفاق خوشتون اومده و میگید این اتفاق کی تکرار میشه؟ شما قبل از پرتاب هیچ ایده‌ای نداشتید که ثوابت فیزیکی چه چیزی باید باشه؟ اینو بهش دقت بکنید. بالاخره هر چی میشد یه چیزی میشد دیگه، درست یا نه؟ هر گونه ای که تنظیم میشد، هر مدلی که در میومد، بالاخره یک مدلی بود.
و شاید شما از اون مدل بیشتر خوشتون میومد و میگفتید که این خوبه. به این خوب دقت بکنید، شما کارتها رو به هر شکلی رو هوا پرتاب کنید، بالاخره یه جوری به زمین قرار میگیره. خب بعضیا نظریه چند جهانی و اینا رو مطرح کردن، یا گفتن که میلیاردها بار جهان بوده بعد از بین رفته، به صورت بیگ بنگ دوباره به وجود اومده و شاید دنیای ما یکی از این چندین میلیارد بار یک اتفاق افتاده و اومدن خواستن از طریق بالا بردن تعداد دفعات تکرار احتمال اندک جهان رو ضرب در تعداد دفعات بالا بکنن و بگن که پس احتمال وجود این جهان در مجموع زیاد میشه. اینو تو قسمت آمار احتمالات من بحثش رو انجام دادم. ما برای رد کردن این برهان نزد به این چیزها احتیاج نداریم. این برهان نزد اصلا خودش چیزی رو اثبات نمی‌کنه که حالا ما بخوایم اونو رد بکنیم. اینو دقت داشته باشید، اصلا برهان شکل نمی‌گیرد. اول باید اینا یه چیز رو اثبات بکنن تا بعد ما بخوایم رد بکنیم. این اصلا برهانی تقریر نمی‌کنن برای ما. هیچ جای این برهان اصلا اشاره‌ای به این نداره که پس چطور اینا به این نتیجه رسیدن که خالق هوشمندی باید باشد. حالا چه واقعا دفعات تکرار زیاد بوده و در یکی از میلیاردها بار این جهان شکل گرفته، چه نه همون اولین دفعه این جهان شکل گرفته باشه. مثلا فرض کنید که حرف شما درست باشه، مثلا ما بگیم جهان‌های متعددی در کار نبوده یا جهان‌های موازی در کار نیست، فرض می‌کنید که حرف شما باشه و اولین جهانی که ایجاد شده همین جهان بوده، قبلش هم هیچ چیزی نبوده، عدم مطلق بوده، خدا کاملا بیکار بوده و میلیاردها میلیارد میلیارد، یعنی از ازل تا الان، یعنی زمانی که هیچ مقداری براش مشخص نیست، خدا بوده تنهای تنها، بیکار بیکار و 12 میلیارد سال پیش یهویی به این نتیجه رسیده که یه چیزی خلق بکنه و خلق کرده و اولین جهانی هم که ایجاد شده همین چیزیه که الان ما می‌بینیم، با همین ثوابت فیزیکی که شما میگید خیلی هم دقیق تنظیم شده و با هدف ایجاد حیات هم تشکیل شده و به هدفش هم بعد از 10 میلیارد سال رسیده. تو 10 میلیارد سال اول هم که به هیچ هدفی نرسیده بود، تو این 2 میلیارد سال 3 میلیارد سال بالاخره تو یک سیاره از این میلیاردها میلیارد میلیارد سیاره‌ای که توی کل گیتی هست بالاخره این خالق به هدفش رسید. بسیار خوب، فرض کنید که هیچ تکراری نیست در جهان، همین یک دفعه است. الان کجای کار شما اثبات کردین که پس خدایی وجود داره؟ فرض می‌کنید اصلا همین یک دفعه بوده باشه. ما نیومدیم با فرض این که جهان‌های دیگری وجود دارن برهان شما رو رد بکنیم. نه، درست بعد اینا میگن اون فرض رو شما اثبات نکردین. نه، ما اصلا با اون فرض برهان شما رو رد نمی‌کنیم. شما اصلا برهان تقریر نکردید. این برهان اثبات نشده که ما بخوایم رد بکنیم. اون فرض توی برهان آمار احتمالات دقت بکنید برای این مطرح شد که گفتم که شرایط ایجاد حیات در یک سیاره ممکنه کم باشد، مثلا یک میلیاردیوم باشد، ولی ما یک میلیارد سیاره هم داریم، پس احتمال ایجاد حیات در یک سیاره به صورت تصادفی تقریبا نزدیک یک میشه. این بحث برای اون بود. دقت داشته باشیم، ما با فرضیه یا جهانهای متعدد نمیخوایم برهان نظم رو رد بکنیم. نه، برهان نظم اصلا اثبات نشد که بخواد رد بشه. اینها گفتن که احتمال ایجاد شرایط حیات حالا در یک سیاره یا در کل جهان هستی، حالا این یه سیاره رو کردن جهان هستی، شرایط حیات در یه سیاره هم کردن ثوابت فیزیکی در کل جهان، فرق نداره. احتمال اینکه جهانی باشد که ثوابت فیزیکیش مقدار مشخصی باشه که بتونه حیات رو ایجاد بکنه خیلی کمه از بین تمام حالت‌ها. ما این رو مطرح میکنیم که از کجا معلوم که فقط همین یک حالت بوده باشه. شاید میلیاردها میلیارد بار جهانهای مختلفی شکل گرفته باشند و بالاخره به صورت تصادفی بعد از 100 میلیارد بار جهانی که شکل گرفت و نابود شده، حیاتی توش ایجاد نشد، یه دفعه تصادفی این حالتی که توش حیات ایجاد شد ایجاد شد و شما هم تو همین حالت حیات ایجاد شدید که دارید این سوالات رو مطرح میکنید. شما تو دفعات قبلی نبودید که این سوالات مطرح بکنید. این برهان نزد نمیخواد رد بکنه. شما نخواستیم که اطمینانتون رو به خاطر این مطلب از برهان نزد کنار بذاریم. ما گفتیم برهان نزد رو به خاطر اینکه اشکال منطقی داره بذارید کنار. برهان نزد باید اثبات بکنه که هر نظمی نازمی دارد. باید اثبات بکنه که این جهان منظم است. منظم است نه که خوشگله، نه، منظم است یعنی اینکه بر اساس هدفی باید اثبات کنه که هدف داره و مطابق با اون هدف شکل گرفته، شبیه کار موجودات هوشمند است. باید این رو اثبات بکنه. تا زمانی که این رو اثبات نکردید شما حق ندارید اصلا اطمینان داشته باشید به این برهان. بعد میگن که مطابق نظریه تیغ اوکام که فقط از این الفاظ استفاده میکنه که مقاله خودشون حالا به اصطلاح علمی جلوه بدن، متاسفانه این حدس و گمان هم رد میشه. مطابق این نظریه هر وقت بتونیم از یک حقیقت دو تبیین ارائه دهیم، یک تبیین ساده تر و با فرضای کمتر، تبیین ساده تر مقدم است. در بحث کنونی دو فرض وجود دارد. فرض اول اینکه از همون ابتدا این تنظیم دقیق را به فاعلی هوشمند نسبت دهیم. فرض دوم اینکه برای این تنظیم دقیق جهانهای بیشماری را فرض کنیم که هیچ شاهد علمی هم بر وجود آنها نیست. بعد گفتن این فرض پیچیده تریه. واقعا اشتباه گفتن این مطلب رو. اولا که فاعل هوشمند از جهانهای زیاد فرضش پیچیده تر هست، ساده تر نیست.
چرا؟ چون همون فاعل هوشمندی که قراره تک تک الکترون ها کوارک های این جهان رو در تک تک آنها بیاد خلق بکنه، بهشون وجود اعطا بکنه، قراره قوانین فیزیکی رو تنظیم بکنه. این تنظیمی رو چون گفتین ذاتی نیست، باید حفظ بکنه، نظر کسی دیگه بیاد این قوانین رو تغییر بده، مثلا یه جا جاذبه عوض بشه، یه جوری دیگه رفتار بکنه. و به هر حال این خودش از کل جهان هستی باید پیچیده تر باشه. این موجود، این موجود که کی هست و چی هست و کجا هست و هدف چی هست، اینا خودش یک فرضای بسیار پیچیده رو در پی دارد. یعنی اینجوری نیست که شما فقط صورت مسئله رو پاک کنید بگید که ما فرض ساده تر مطرح کردیم. نه، پاک کردن صورت مسئله فرض ساده تر نیست. باید برید بگید خود اون خدا پس چجوری به وجود اومده، خود اون خدا چه چیزایی تشکیل شده، اون ابر کامپیوتر کجا قرار داره، تمام اینها میشه سوالات دیگه. هدفش چیه، چه کسانی اون کامپیوتر رو درست کردن و هزاران سوال دیگه که میتونه مطرح شه. اون چیزی که اینجا گفتید که در مقابل خالق هوشمند جهانهای بیشمار هست، اینم باز اشتباه. نه، ممکن هست که هیچ جهان بیشماری هم نباشد ولی خالق هوشمند هم نباشد. یعنی این دو فرض کردنه واقعا به نظر من این دو فرض نیست. یا جهان خالق هوشمندی دارد یا جهان خالق هوشمندی ندارد. این درسته. حالا خالق هوشمندی ندارد، خودش ممکنه چند حالت باشه. اینکه الان اولین جهانی است که شکل گرفته، تا قبلش هیچ چیزی نبوده و ثوابت فیزیکی هم در این جهان حالا یا به صورت تصادفی این گونه در آمده اند یا ذاتی خود ماده هستند. یعنی اصلا غیر از این نمی شود که در بیاید. اصلا با ریاضیات ثابت می شود که باید ثابت جهانی گرانش این باشد. اصلا غیر از این نمی شود که باشد. به هر حال خیلی هم فرق نداره. یا اینکه نه، در هر جهانی به صورت تصادفی قوانین فیزیکی به یک شکل در میان، حالا بعد از میلیون ها بار و بعد از میلیارد ها بار تکرار این اتفاق افتاده، یا این اتفاق دفعه اوله و دفعه بعدی گونه دیگری خواهد بود، مثلا حیات در دفعه بعدی شکل نخواهد گرفت. این میشه تقسیم بندی درست. ربطی به تیر اوکام نداره. ببخشید که اینقدر طولانی شد. این یک برهانی بودش که تو مجامع علمی دانشگاهی من دیدم مطرح داره میشه و سعی کردن که یک مقداری رنگ و لعاب علمیت به برهان نزد بدهن با اصطلاحات علمی، و متاسفانه اصل برهان رو هیچ تغییری ندادن، فقط رفتن اون نظم مقدمه اول رو خواستن به گونه‌ای برای شما ملموس‌تر بکنن و شما قانع بشید که جهان منظم است و جهان ناظم هوشمند دارد، که مشاهده کردیم که نقدهای فراوانی بهش وارد بود. در قسمت بعدی امیدوارم که بتونیم برهان نظم شیوع قوانین فیزیکی رو با هم یک بررسی مختصری داشته باشیم. از شما سپاسگزارم که با شکیبایی خودتون همراهی می‌کنید، با ما در ارتباط هستین، تعامل دارین و سوالایی که دارین میپرسین. من سعی میکنم سوالاتی که تو کامنت ها پرسیدید قسمت بعد به گونه جوابش رو مطرح بکنم که اون دوست عزیز هم به پاسخ سوالش برسه. امیدوارم که روز به روز بر تعداد شما اهل حق و راستی و درستی افزوده بشه. شاد و سربلند و پیروز باشین. بدرود.